سلام دوستان و همراهان کانال حکیم باشید در این قسمت میخواهیم با شما در مورد هشدارها و علائمی که بعدا قبل از سکته مغزی به شما میدهد صحبت کنیم پس لطفا تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید اما قبل از آن سپاسگزاریم از شما که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت میکنید واژه آشنا که برای بیان علت مرگ و میر بسیار میشنویم چطور در بدن اتفاق میافتد و یا بهتر است بگوییم چه میشود که مغز دچار سکته می شود. برای تعریف آن به طور خلاصه باید گفت سکته مغزی هنگامی رخ می دهد که یک لخته خونی باعث انصداد شریان خونرسان به مغز می شود و یا یک رگ خونی مغز پاره شده و خونرسانی به بخشی از مغز متوقف می شود و در عرض چند دقیقه پس از این حادثه سلول های مغز شروع به مردن می کنند. سکته مغزی در کل دنیا دومین علت مرگ بشر است و اولین علت از کار افتادگی اما در کشورهای پیشرفته در حال حاضر سومین علت مرگ است که با پیر شدن جوامع در آینده نچندان دور در آن کشورها نیز دومین علت مرگ خواهد شد سکته مغزی یعنی بسته شدن یا پاره شدن یک شریان مغزی که به دنبال آن اختلال در گردش خون آن ناحیه از مغز ایجاد شده و موجب بروز علائمی مثل فلج نیمه بدن اختلال تکلم و اختلال در راه رفتن می شود. سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که رگ خونی در مغز مسدود یا منفجر شود به طور متوسط 10 تا 15 درصد افرادی که به سکته مغزی مبتلا می شوند در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند و 60 تا 70 درصد بیماران با درمان مناسب می توانند زندگی مستقلی داشته باشند یکی از علل متداول سکته مغزی زخیم و سخت شدن دیواره رگهای خونی است پلاکت های ساخته شده از چربی، کلسیوم، کلسترول، انعطاف رک های خونی را از میان میبرند. لخته خون ممکن است سبب مسدود شدن رگ خونی غیرقابل انعطاف و بروز سکته مغزی شود. عامل اصلی سکته مغزی هموراژیک در اکثر موارد عدم درمان فشار خون بالاست که سبب انفجار رگ خونی ضعیف می شود. معمولا این افراد علائم خبرکننده مانند سردرد و تشنج دارند که منجر به پاره شدن رگهای مغزی می شود. یکی دیگر از دلایل بروز سکته های مغزی حرکت لخته خون از قلب یا عروق گردن است که وارد مغز می شود. مبتلایان به روماتیسم قلبی یا بیماران قلبی که ریتم قلبشان دچار مشکل است و کسانی که دچار سکته های قلبی شدند یا مشکل دریچه ای دارند مستعد ابتلا به سکته های مغزی هستند. سکته های مغزی به سه دسته تقسیم می شود که بر حسب درجه شدت خطرات و عوارض نامگذاری شده سکته مغزی ایسکمیک متداول ترین نوع سکته مغزی است تقریبا از هر ده سکته مغزی نه مورد در این گروه قرار می گیرد عامل بروز این نوع از سکته مغزی لخته خونی است که در رگ درون مغز ایجاد شده است لخته خون ممکن است در نقطه خاص گسترش یافته یا از سایر نقاط بدن به مغز رسیده باشد اگر سرخرگی که خون را به مغز میرساند بسته شود این سکته مغزی رخ میدهد علل متعددی باعث بسته شدن رگ خونی می شود مثلا رسوب چربی ها در شریان ها یا آترو اسکلروز باعث تشکیل رخته خونی می شود گاهی اوقات در اثر بینظمی ضربان قلب یک لخته خونی در قلب ایجاد می شود سپس این لخته خونی به جای دیگری از بدن می رود که در آنجا سرخ رگ رساننده خون به مغز را می بندد سکته مغزی هموراژیک وقتی یک رگ خونی در مغز پاره شود و باعث خونریزی در مغز شود این نوع سکته رخ دهد که آن هم دلایل متعددی دارد سکته مغزی هموراژیک بسیار نادر و مرگبار است این نوع سکته وقتی بروز می کند که یک رگ خونی ضعیف در مغز منفجر شود نتیجه این نوع سکته خونریزی شدید درون مغز است که متوقف کردنش بسیار دشوار است حمله ایسکمیک گذرا در واقع یک سکته مغزی ناقص هست که در اثر گرفتگی رگ خونی رخ میدهد اگرچه حمله ایسکمی گذرا باعث آسیب دائمی مغز نمی شود ولی باعث بروز علائم سکته مغزی می شود که چند دقیقه و یا حتی چند ساعت طول می کشند شما به عنوان علامت سکته مغزی نباید از این حالت چشم پوشی کنید مهمترین علائم سکته مغزی عبارتند از سردرد ناگهانی و شدید بدون دلیل که فورا بعد از آن فرد بیهوش می شود احساس بیهستی یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت و دست یا پای یک طرف بدن کاهش ناگهانی بینایی قدرت بدن تعادل بدن و به سختی راه رفتن قوای حسی صحبت کردن و یا فهم صحبت دیگران تاری ناگهانی دید به خصوص در یک چشم به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی که احتمالا با حالت تهوع و استفراغ کردن تب سکسکه و یا دادن غذاها به سختی همراه است. نشانه های ظاهری و عوارض بعد از سکته مغزی ضعف و کرختی صورت و بازوها یا پاها به خصوص در یک طرف بدن فلج صورت، بازو و پاها در همان طرف عدم تعادل و لنگ زدن اختلال در تکلم یا در درک کلام اشکال در بلد کرختی و سوزش قسمت بدن، اشکال در درک وضعیت و موقعیت، دوبینی، تاری دید یا از دست دادن بینایی به خصوص در یک چشم، سردرد شدید و ناگهانی، از دست دادن حافظه کوتاه مدت و طولانی مدت و اختلال در قضاوت، سرگیجه بدون دلیل و سقوط ناگهانی، بی اختیاری ادرار و مدفوع، اشکال در پیدا کردن کلمات و فهمیدن چیزی که دیگران میگویند. آدم توانایی در انجام حرکات ظریف طب سنتی نسخه های متعددی برای درمان حالت بعد از بروز سکته مغزی دارد یکی از آن انجام زالو درمانی است البته ما به شما توصیه میکنیم اگر از این روش ها استفاده میکنید حتما با پزشک معالج خود مشورت کنید گیاهان مناسب برای درمان و پیشگیری از سکته مغزی سیر سیر با کاهش دادن فشار خون و کلسترول مانع از سکته مغزی ایسکمیک میشود همچنین سیر به عنوان یک ضد انعقاد خون عمل می کند. جینکو بیلوبا گیاه جینکو به پیشگیری و درمان سکته مغزی کمک می کند. این گیاه مانع از تشکیل لخته خون می شود و جریان خون به مغز را افزایش می دهد. همچنین جینکو از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کند. زنجبی زنجبیل نیز سبب کاهش کلسترول می شود و گردش خون را بهبود میبخشد. این گیاه رقیق کننده خون است که مانع از لخته شدن خون می شود. زردچوبه کورکومین موجود در زردچوبه نیز سبب جلوگیری از لخته شدن خون می شود. زردچوبه همچنین دارای خواص ضد التهابی قوی است. مراقبت های بعد از سکته مغزی. اقدامات توانبخشی جهت بهبود حرکتی، جابجا کردن مرتب بیمار و استفاده از تشک مواج جهت جلوگیری از زخم بسته. مراقبت تنفسی جهت تخلیه بهتر خلط و تنفس مؤثرتر بیمار مراقبت دستگاه ادراری و خروج هرچه سریعتر سند در صورت تجمع مدفوع استفاده از ملیم و شیاف رساندن غذا آب و دارو به بیمار از طریق لوله بینی معدهای یا دهان مراجعه مرتب به پزشک جهت تنظیم داروها یکی از علل اصلی بروز سکته مغزی رعایت نکردن اصول پایه‌ای سلامتی است که شامل تغذیه و فعالیت جسمی است. هرچه فعالیت کمتر، رژیم غذایی ناسالمتر و وزن بیشتری داشته باشیم و از طرف دیگر هوای ناسالمتری را تنفس کنیم و استرس بیشتری داشته باشیم، احتمال بروز سکته بیشتری خواهیم داشت. سیگار کشیدن، کم تحرک بودن و استفاده زیاد از الکل جزو علل اصلی سکته مغزی محسوب می شود. یکی دیگر از عواملی که باعث سکته مغزی می شود داشتن رژیم غذایی اشتباه است. مصرف زیاد چربی ها و کلسترول باعث باریک شدن رگ های خونی توسط پلاک ها می شود. مصرف زیاد نمک باعث افزایش فشار خون می شود و مصرف زیاد کالری به شاخ شدن می انجامد. یک رژیم غنی از میوه ها و سبزیجات، غلات سبوسدار و ماهی ممکن است در کاهش سکته مغزی موثر باشد. برای اینکه دچار این مشکل مغزی نشویم و به مدت طولانی در سلامت زندگی کنیم باید بخور نخورهای مربوط به رژیم غذایی سکته مغزی را شناخته و رعایت کنیم نان برنج ماکارونی سیب زمینی و غلات صبحانه مثل برشتوک حاوی مقدار کمی چربی و در عین حال سرشار از نوعی انرژی هستند که تدریجا آزاد می شود و بدین ترتیب به افراد کمک می کند تا مدت طولانی احساس سیری کنند. میوه و سبزیجات و همچنین آب آنها غنی از ویتامین های آنتی اکسیدان، پوتاسیوم و ترکیبات گیاهی مفید بوده و مقدار کمی سودیوم دارند و باید به میزان حداقل 5 واحد در روز مصرف شوند. حبوبات، مغزها، دانه ها و سایر پروتئین های گیاهی باید به منظور کاهش دریافت پروتئین های حیوانی در رژیم غذایی بیشتر منظور شود. ماهی های روغنی خصوصا قزلالا و قوباد سبب بهبود جریان خون می شوند. مصرف حداقل دو بار در هفته از این ماهی ها در برابر سکته مغزی نقشه حفاظتی ایفا می کند. برای پیشگیری از بروز مجدد سکته، منابع غذایی حاوی آلفالینولئیک اسید، نوع اسید چرب ضروری از قبیل گردو، سویا و روغن کانولا بسیار مفید هستند. مصرف بیشتر از 300 گرم الکل در هفته سبب افزایش خطر سکته به میزان چهار برابر افراد غیر الکلی می شود. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه شدید سپاس گذاریم. لایک و کامنت های شما باعث دلگرمی ماست.